دو مذهب. طبعا نکته آخری هم هست، کتاب همین تجربیات تاریخی است و این است که لایسیته در کشوری کاتولیک شکل گرفته و سکولاریسم در کشورهای حوزه پروتستان. برای ایرانیان که مذهب شیعه در کشورشان اکثریت مطلق دارد، روشی که در مورد اول به کار بسته شده قابل استفاده تر است. تفاوت اصلی کاتولیسیسم و پروتستانتیسم در وجود و عدم مرجع اعلایی است که رأیش در امور مربوط به مذهب قاطع و فاصل باشد. تمرکز اقتدار مذهبی در مذهب شیعه به تناسب تسنن بسیار زیاد است و تشیع برخلاف آنچه که شهرت دارد کلن بسیار به کاتولیسیسم شبیه تر است تا به پروتستانتیسم. طرف شدن با مذهب مسلطی که اختیار اداره امور آن نسبتاً متمرکز است بسیار مشکل تر است تا طرف بودن با چندین و چند دست و گروه مذهبی که نه توان اتحاد دارند و نه امکان تمرکز. به همین دلیل لایسیته که روش قاطع تری برای ممانعت از دخالت مذهب در شعب مختلف حیات انسان و به خصوص سیاست است، بیشتر مناسب وضعیت ایران و ایرانیان است. دولت آینده ایران باید خودش حد و حدود تقدس را تعیین کند و نمیتواند این کار را به اهل مذهب بگذارد یا فرصت بدهد که مذهبیان با هم کلنجار بروند تا آخر سر به عنوان داور از هم جدایشان کند. پس زدن دخالت تشیع و اسلام از میدان سیاست شرط اولیه برقرار شدن عدالت در بین گرایش ها و بستگی های مذهبی گوناگون در ایران است. وقتی این کار صورت گرفت، دولت خواهد توانست به ایفای نقش داور اکتفا کند، نه قبل از آن. بحران امری که دو بخش تبلیغ و تصرف استراتژی را هم از بابت نظری و هم عملی لولاوار با هم مرتبط می سازد، بحرانی است که دیر یا زود پیش خواهد آمد و به احتمال قوی ما در ایجادش ابتکار عمل نخواهیم داشت. البته اگر توان تبلیغاتی و سازمانی ما به حدی برسد که بتوانیم این فرصت را ایجاد کنیم، بسیار خوب و از خوب هم بهتر خواهد بود، ولی احتمال این امر کم است. کما اینکه فرصت‌های مشابهی که در ابتدای انقلاب مشروطیت، چوب خوردن سید قندی و انقلاب اسلامی، انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا پدید آمد، هیچ کدام فراورده مخالفان نظام‌های موجود نبود، ولی به آنها فرصت داد تا حرکتی را به راه بیندازند که در نهایت به پیروزیشان انجامید. چه این فرصتی دیر یا زود به ما نیز ارزانی خواهد شد. نکته در اینجاست که موعد این امر معلوم نیست، ولی هر وقت فرا رسید میباید برای بهره برداری از آن آماده بود. توتالیتر بودن یعنی چه؟ حال که به اینجا رسیدیم، باید مسئله نظام سیاسی فعلی ایران را که نظامی توتالیتر است بیشتر بشکافیم، به ماهیت آن بیشتر توجه کنیم و موقعیت آن را از بابت مراحل تحولش روشن کنیم تا معلوم شود که بروز بحران در آن چه معنایی دارد. اول از همه باید توجه داشت که تامگرا بودن یک نظام به این معناست که سودای اختیار داشتن بر همه چیز و همه کس را دارد، نه اینکه عملا موفق به این کار شده. پیدا کردن چنین تسلط غیر ممکن است. در این نظام ها ایدئولوژی است که بر همه چیز حکم میراند و همه چیز قرار است با تصویری که این مجموعه نظری از جهان و جامعه عرضه میکند وفق بدهد. ایدئولوژی های توتالیتر مدعی داشتن پاسخ هر سوال و چاره هر مشکل هستند، ولی لازمه برآمدن از عهده این ادعا دانایی مطلق است که از دسترس بشر به کلی دور است. در نظام های توتالیتر ایدئولوژی چهار کارکرد دارد: یک، ترسیم نمای جامعه آرمانی; دو، نشان دادن راه رسیدن به آن; سه، تایید کوششی که در این راه انجام میگیرد; و در نهایت توجیه این که چرا حاضر کار اصلا با برنامه نمیخواند. روشن است که هیچ ایدئولوژی توتالیتر، حال چه ادعای علمی بودن داشته باشد و چه نه، به طور جدی و برای همیشه از عهده این چهار کار بر نمیآید. توان دوتای اول را ندارد، چون به انجام رساندن آنها محتاج دانش بی حدی است که ندارد. به تبع دو کار بعدی را هم که لازمشان قانع کردن مردم به نهفته بودن چنین دانشی در دل ایدئولوژی است، به جایی نمیرسد، چون دروغ برای مدتی کارساز است، نه برای همیشه. با این همه میدانیم و میبینیم که مدافعان ایدئولوژی های توتالیتر از کوشش برای تحقق بخشیدن به طرح اجتماعی آن از هیچ کاری از جمله جنایت ابا ندارند. کوشش آنها هرچه پیشتر میرود با مقاومت بیشتر جامعه مواجه میگردد و بالاخره دیر یا زود به مرزی میرسد که فراتر رفتن از آن ممکن نیست. انقلاب مدام، این انقلابی که همیشه تا نظام برجاست ادامه دارد و یکی از مضامین ثابت گفتارهای توتالیتر است، بیان همین کوشش بی انتها و بی عاقبت است. برای انطباق کامل جامعه با ایدئولوژی توانایی بی حد لازم است، قدرتی که بتواند خداوار همه چیز را، چه انسان و چه جهانی که او را احاطه کرده، مقهور خیش سازد. پیدا شدن چنین قدرتی در بین افراد انسان همانقدر محتمل است که پیدایش دانایی بی حد نزد مؤمنان بی ایدئولوژی. حیات نظام های توتالیتر مشروط است به دو امر:
یکی ثبات ایدئولوژی و دیگر مهار شدن جامعه. و باز هم روشن است که هیچ کدام از این دو شرط الالعبد تحقق یافتنی نیست. اولی به این دلیل که ایدئولوژی بیان دانش بی حد نیست و بنابراین محض تظاهر به داشتن این خاصیت و توجیه رفتار حکومتی که در خدمت آن است ناچار به تغییر است. منتها این تغییر حدودی هم دارد که از آن نمیتوان فراتر رفت. اول و مهمتر از همه این که ایدئولوژی نمیتواند از ادعای فراگیری تام و تمام و طبعا همه چیزدانی عقب بنشیند. دیگر این که چون ایدئولوژی های توتالیتر در واکنش به لیبرالیسم و میدانی که به آزادی میدهد شکل گرفته، در هیچ حال نمیتواند از دشمنی با آن چشم بپوشد و با آن آشتی کند. این دو شرط به هم بسته است. اعتراف به خبر نداشتن از آینده و پذیرش نامعین بودن امور پایه مجال دادن به آزادی است. نکته آخر هم مسئله تمایز از دیگر ایدئولوژی های توتالیتر است. نظام های توتالیتر از بابت بلایی که بر سر جامعه می آورند بسیار شبیه به هم عمل می کنند، ولی نمی توانند با هم آشتی و همکاری بکنند، چون این کار را به دستاویزهای مختلفی انجام می دهند. تفاوت اصلی این ایدئولوژی ها برخواسته از یکی از شاخص های اصلی تفکر مدرن است، فکر سیر خطی تاریخ و اندیشه ترقی، که در همه جا همزادش حول انحطاط را نیز به دنبال خود می کشد. آرمان شهری که ایدئولوژی های توتالیتر وعده می دهند هر قدر هم در عمل مثل هم از کار در بیاید، از یک بابت متفاوت است. از این بابت که قرار است مترادف بازگشت به گذشته درخشان باشد مثل نظام اسلامی یا آینده تابناک مثل کمونیسم. مرگ ایدئولوژی های توتالیتر مرگ ناگهانی و کامل است و با پایان گرفتن ادعای فراگیری آنها فرا می رسد. تا مدعی داشتن همه پاسخ‌ها هستند مقام خود را حفظ می‌کنند و همین که پذیرفتند حتی برای یک سوال هم پاسخ ندارند از هم می‌پاشند. فروتنی در کارشان نیست، یا فرمایی مطلق است یا مرگ. مهار کردن جامعه چنان که باید از ورای دستگاه دولت انجام می‌پذیرد و چنگ انداختن به خود این دستگاه معمولاً از طرف حزب واحدی انجام می‌شود که هیچگاه نمی‌تواند با دولت یکی شود و باید همیشه از آن مجزا بماند و علاوه بر این وظیفه عضوگیری طبقه حاکم و حفظ یک دستی آن را نیز انجام دهد. نکته در اینجاست که پیروزی کامل نظام توتالیتر بر جامعه ممکن نیست، چون این کار نیروی بی‌حد می‌طلبد و گردآوردن چنین نیرویی محال است. مبارزه حکومت توتالیتر با حریفی که هر قدر هم با آن ضربه بزند قادر به کشتنش نخواهد بود، کشمکشی است پرپست و بلند که پایان محتومش مرگ نظام توتالیتر است و بازماندن جامعه. این نبرد نقطه تعادلی ندارد، چون حکومت نمیتواند بر حریف پیروز شود و نه قادر است از این پیروزی ناممکن چشم بپوشد، ولی کش و قوس این نبرد دائم است. هر از چندی حکومت که بعد خود نفس تازه کند ناچار به جامعه فرصت نفس کشیدن میدهد و تا دوباره جانی گرفت به جان آن میافتد تا امتیازات داده شده را پس بگیرد. سه دوره حیات نظام های توتالیتر. حیات نظام های توتالیتر را میتوان به سه بخش کرد. اول برقراری جامعه آرمانی، چه سوسیالیسم باشد چه همبود پاک نژادان که انصافا اسمش هم در فارسی خیلی مضحک از کار در میآید، و چه حکومت الله بر روی زمین. این بخش که با خشونت بسیار همراه است دیر یا زود به مرزی میرسد که از آن فراتر نمیشود رفت. حد این مرز در همه موارد یکسان نیست. از یک طرف تابع توان زورگویی حکومت است و از طرف دیگر تابع مقاومت جامعه. به هر حال این جامعه آرمانی هیچگاه با آنچه ایدئولوژی ترسیم کرده منطبق نمیگردد، چون چنین چیزی ممکن نیست. شکاف بین این دو را دروغ پردازی ایدئولوژی پر میکند. بعد از برپایی وضعیتی که بیان قدرت دولت است و نام جامعه آرمانی میگیرد، نوبت حفظ آن فرا میرسد که مرحله دوم است. خشونت در این دوره شکل منضبط‌تری میگیرد و با صرفه‌جویی در امکانات به خرج داده میشود. نقش آن دیگر جا انداختن جامعه در قالب ایدئولوژی نیست، نگه داشتنش در این قالب و حفظ اقتدار حکومت است. یک بار که تسلط بر جامعه برقرار شد، دیگر حفظش فشار و قدرت کمتری میطلبد. این دوره که طولش را نمیتوان از قبل پیش بینی کرد، دوران حیات عادی نظام توتالیتر است. دوران سوم دوران انحطاط این نظام است، دورانی که قادر نیست انتظام حیاتی خیش را حفظ کند و جامعه را مهار نماید. یا اراده کافی ندارد یا نیروی کافی و در اغلب موارد هیچ کدام را. عبث بودن کوشش در راه ایجاد جامعه آرمانی به مرور بر همه آشکار می‌گردد. گردآوری امتیازات فردی که هیچ ارتباطی با آرمانگرایی ایدئولوژیک ندارد فزونی می‌گیرد و زننده‌تر می‌شود. احتیاجات مادی دولت که به دلیل سودازدگی ایدئولوژیک بی حد است هر روز کمتر از روز قبل برآورده می‌گردد، ولی با همه اینها رژیم به دلیل دوری که گرفته به حیات خویش ادامه می‌دهد تا بالاخره بحرانی ناگزیر بر عمرش نقطه پایان بنهد.
همه در خاک سپاریش شرکت می کنند ولی هیچ کس به عزایش نمی نشیند. وجوه تمایز نظام اسلامی از دیگر نظام های توتالیتر. اول چیزی که مایه تمایز نظام اسلامی از همتایان توتالیتر اوست رابطه اش با مذهب است. رژیم های توتالیتر چه ارتجایی چه مترقی همه مذهب ستیزند، چون جایی برای مذهب پیشبینی نکرده.